خوب دقت بکنید بچه‌ها، تیتر سوال میگه مشخص بکن گزینه ای رو که در اون نون وقایه نیست. نون وقایه چه زمانی میومد؟ زمانی که ضمیر یه بخواد بچسبه به هر فعلی، این وسط یه دونه نون واقع میشه که بهش میگیم نون وقایه. خب با توجه به این نکته بریم سراغ گزینه یک. میگه اهمنی، اهمه فعلمونه، یه خواسته بچسبه، یه دونه نون اون وسط واقع شده، پس در اینجا وجود داره. در گزینه دو اعنی، باز همین اتفاق افتاده. در گزینه دو هم یه خواسته بچسبه به فعلمون، یه دونه نون واقع شده. در گزینه سه چه اتفاقی افتاده؟ خوب توجه بکنید، ما اینجا لیتنی داریم. لیت از حروف مشبهتون بالفعل دیگه، حروفی هن که شبیه فعلن، درسته؟ وقتی میخواد یه بچسبه بهشون، اصولا یه دونه نون میتونه این وسط واقع بشه، پس این نونه بهش میگیم نونه وقایه. اینجا این اتفاق افتاده. ولی در گزینه چهار چی داریم؟ اغنا، اسم تفضیل، اسم فعل دیگه نیستش که بخواد این اتفاق براش بیفته. اغنا اسم تفضیل هستش، اغنا من قناعه. حالا ادامه داده جملمونو، در اینجا این اتفاق نیفتاده. گزینه چهار رو رد میکنیم و پاسخ تستمون هم همین گزینه چهار میشه.